بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله توفيق داريم كفراز نهم رو از دعای جوشن کبیر مورد توجه قرار بدیم اللهم انی اسالک بسمک یا مانع و یا دافع یا رافع و یا صانع یا نافع یا سامع یا جامع و یا شافع یا واسع یا موسع این فراز که باز یک وزن خاص و ریتم خاصی داره همه و همه در واقع با عین و کسره قبل از عین در واقع ختم میشه که یا اسم فائل سلاسی مجرده یا موسع که اسم فائل سلاسی مزیده خدایا تو را میخوانم با اسمت و از تو میخواهم با اسمت که قبلا هم داشتیم این رو در ابتدا و در چند فراز قبلی باز این رو ما داشتیم در فراز پنجم اللهم انی اسالک بسمک و راجع به اهمیت اسم قبلا صحبت کرد خب حالا کدوم میخوایم از اسماء الهی را اینجا ذکر بکنیم یا مانع و یا دافع و یا رافع معمولا ما دوتا دوتا میخونیم ولی خب اینا این ستا معناشون به هم خیلی ارتباط داره ای کسی که منع میکنه یعنی جلوی یک سری چیزها را میگیرد خداوند متعال جلوی یک سری بدیها، شقاوت‌ها، ها را می گیره در قرآن مجید تعبیر بسیار مهمی می داره می‌فرماود که لولا فضل الله علیکم و رحمته اگر نبود که فضل خدا و رحمت خدا بر شما وجود داره هیچ کدوم از شما نمی‌تونستید تزکیه نفس بکنید. هیچ نمیتونستید در مقابل وسوسه های درونی و وسوسه های بیرونی مقاومت کنید یا مثلا ان نفسل لامارتون به سو لا ما رحم ربی اینم باز روشنه که یعنی خدای که کمک میکنه که ما بتونیم در مقابل نفس اماره بیستیم خیلی تو اون بحث دافع بلیات و اینا مطرح کردیم خداوند متعال اینطور نیست که عالم را آفریده باشه و رها کرده باشه و فقط یک یادداشتایی بکنه و بعد آخر سر بگه که خب شما خوب عمل کردی این امتیاز رو به شما میدیم شما بد عمل کردی این امتیاز منفی رو میگیری شما پاداش میگیری شما مجازات میشی اینطور نیست این خداوند متعال جهان را که خلق کرده اصلا اگه درست معنای خلق فهمیده بشه یعنی باید آن به آن لحظه به لحظه همه چی خلق بشه رضا ربوبیت تدبیر عالم هدایت همه با خلق گره خورده نمیتونه کسی خلق بکنه و کسی دیگه تدبیر بکنه یا کسی خلق بکنه و بعد رها کنه اگه رها کنه اصلا نابود میشن پس او مدبر است، او رب است او کارها را به سمت اون هدفی که برای اونها اون هدفها کارها انجام شده و چیزهای آفریده شده به اون سمت سوق میده فقط چیزی که هست اینی که دایره ای را به عنوان اختیار تعریف فرموده که در اون دایره خداوند متعال به میزانی که ماها درخواست بکنیم و استقبال بکنیم و خودمون را براش خلاصه شرح صدر داشته باشیم و باز بکنیم وارد میشه خداوند خودش رو تحمیل نمیکنه بر ما اما غیر از این هیته که خیلی هم برای ما مهمه ولی نسبت به کل عالم هیته بزرگی نیست همه چی تحت تدبیر اوه و همه چی تسلیم اوه تو همون هیته ما هم باز انایت های مختلفی داره تدابیر مختلفی داره که به ما کمک کنه و هر کی که در مسیر درست بخواد بره کمک میشه اگه کسی بخواد در مسیر دنیا هم بره و تلاش کنه باز اونجا هم کمک میشه من اراد الاخرت و لها سعیها فعلاک کان سعیهم مشکورا منتها در مورد دنیا هم داره که من ارادت دنیا عجل ناله و فیها ما نشا دنیا اگر کسی بخواد باز ما تعجیل میکنیم یعنی تو همین دنیا مزدش رو میدیم چون جای دیگه این قبول نداره و براش نیست همینجا مزدش رو میدیم بعد میفرماد که کلا نومد ها اولا و هاولا ها و هاولا ما هر دو دسته رو حمایت میکنیم گندم به کار گندم حمایت میشه تا خوشه گندم بشه جو به کار حمایت میشه تا جو بشه و الاخر پس تدبیر عالم کاملا با پروردگار عالم است فقط ما باید این نحوه تدبیر را در اون جاهایی که اختیار انسان هم هست درک بکنیم که به ای است که اختیار از ما سلب نمیشه اما انقدر راه دارد او که به ما کمک بکنه و جلوی تقیان ها را بگیره جلوی ظلم ها را بگیره که در قرآن و روایات آمده پس مانع هست من کننده مدان من کننده خیرات خداوند خودش انسان رو به شکل عام نه که همه انسان ها. ولی عمومیتش اینه که ان مسه الخير منوع انسان اگه تربیت نشه تزکیه نشه وقتی خیر بهش میرسه خیلی من میکنه به اون معنا خدا مانع نیست که یعنی خیرات رو من کنه به دیگران نرسه دقیقا به اون معنا خداوند میده اما معنایی که جلوی بدی ها رو بگیره جلوی ستم ها رو بگیره به اون معنا مانع هست یا دافع یا رافع یه شب عرض کردم که فرق بین دفع و رفع در عربی این است دفع یعنی اصلا نذاری بیاد رفع یعنی آمده باید برطرفش بکنیم اگر ما نذاریم بیماری بیاد این میشه دفاع اگر بیماری آمد حالا باید چیکار کنیم؟ رفعش کنیم اگر دشمن نیامده این میشه دفاع اما اگر دشمن وارد شده تجاوز کرده اینجا باید رفعش کنیم یعنی باید بیرون بزنیم خداوند هم دافع است هم رافع هم جنبه دفاعی دارد برای ما هم اگر یک جایی ما کوتاهی کردیم و قفلت کردیم و دشمن آمد یا اگر مثلا یک بلایای طبیعی بود مثل ویروس و اینها در رفعش هم به ما کمک میکنه اگر ما کار شایسته خودمون انجام بدیم تو اون هم کمک میکنه یا صانع یا نافع او صانع است صنع یعنی آفریدن آفریدگار است خالق است همه چیز را بر اساس اون صورتی که در علم الهی بوده و با اراده خودش آفریده و نفع میرساند خداوند اون ذاتش این است که نفع برساند نفع رسوندن خیلی خوبه در سیز داریم در روایت داریم که در زیل این آیه راجب حضرت عیسی علیه السلام که در گهواره حضرت عیسی گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی من بنده خدا هستم و خداوند به من کتاب داده است مرا پیغمبر قرار داده و اوسانی به صلات و زکات مادم تو حیا به من سفارش کرده که تا موقعی که هستم نماز و روزه را مراقبت داشته باشم ملتزم باشم اصل نماز در شرایع قبلی هم بوده کیفیتش ممکنه فرق کنه اصلش بوده کما اینکه روزه هم بوده فرمود کتب علیکم الصيام کما کتب علی الذین من قبلکم نماز بوده روزه بوده زکات بوده انفاق بوده لازم اوسانی به صلات و زکات مادم تو حیا زنده هستم نماز و زکات رو باید انجام بدم و بران به والدتی و به مادرم مهربان باشم و لم یجعلنی جبارا شقیا خدا من مرا ستمگر و اهل شقاوت قرار نداده و یکی از تعابیری که حضرت عیسی دارد راجع به خودش در قرآن کریم اینه که جعلنی مبارکن اینما کند هر جا که من هستم مرا مبارک قرار داده یعنی منشأ برکت و خیرات قرار داده امام ظاهرا اگر اشتباه نکنم امام صادق علیه السلام هست میفرمایند مبارکن عین نفعن یعنی خیلی من نفع میرسونم آدم مبارک یعنی آدمی که نفع میرسونه بعضی هستن اینطوریه. هر جا که هستن منشه خیرن منشه سمراتن منشه برکاتن تو خونه باشه تو محیط کار باشه تو مسجد باشه کامیونیتی باشه سوسایتی باشه هر جا باشه اینا اهل خیرن اهل کمک کردنن اهل احسانن اهل مسئولیت پذیریان اهل داوطلب شدنن اینا مبارکن حالا اگر اهل هدایت هم باشن اهل علم هم باشن اهل نشر معارف هم باشن خب اون که باز بهتر بیشتر میشه هم کمک مردم بکنه هم کمک نمیدونم هم همکاراش بکنه همسایهاش بکنه هم مادی هم هدایتی و معنوی پس خداوند متعال نافع است نفع رسان است اصلا هرچی ما داریم از اوست و اصل وجودم خیره گر چیزی ضربه میزنه یا دردناک است به خاطر اون نداشتن ها و نقص در داشتنه که بازم به نداشتن برمیگرده یا <applause> سامع و یا جامع ای کسی که میشنود میشنود نه با گوش سر میشنود به این معنا که یعنی علم او به مسموعات است علم او به آنچه که ماها با شنیدن میفهمیم همیشه ازلی وجود داره علم ازلی دارد به مسموعات نمیدونم اینجا بود یا در جلسه دیگری بود عرض کردم که ما انسان ها برامون وقتی یک چیزی یا دیده بشه در درجه اول یا بشنویم علم خیلی قوی درست میکنه مسموعات و مبصرات جزو بهترین های ما هستند به لحاظ عموم انسان‌ها چون عموم انسان‌ها بیشتر دنبال علوم حسی و علومی که به راحتی تجربه بشن هستند و تو اونها هم دیدن و شنیدن خیلی بالاست من خیلی هم به کسی مثلا بخونم ولی اگر صداشو بشنوم یا اگر بتونم حتی ببینمش خیلی فرق میکنه تازه خود شنیدن کی بود مانند دیدن ولی باز خواندن کی بود مانند شنیدن برای اینکه برای ما جا بیفته که خداوند متعال با اینکه گوش و چشم جسمانی نداره اما بسیار علمش به جزئیات دقیق و شفاف و روشنه میگیم خدا سمیع و بصیره یعنی علم به مسموعات داره اونجور که برای شما علم مسموعات خیلی مشخص و روشن و قویه او داره تازه میلیون ها برابر بهتر فکر نکنید که چون چشم سر نداره شما بیشتر از او میبینید اگه شما با این چشم سر یه چیزی را سطحش رو میبینی او تمام لایه های درونش رو هم خبر داره مثل اینکه یک چشمی داشته باشید که سطح رو ببینه درون رو هم سی تی اسکن بکنه تازه درون بدن رو که میبینه درون روح رو میبینه چه زوایای در قلب چه زوایای در ذهن همه رو میبینه پس فکر نکنید خدا علمش کمه و به خودتون جرأت بدید که در مقابل خدا گناه کنید با اینکه در مقابل یه بچه که داره ما رو نگاه میکنه گناه نمیکنید خیلی اشتباسی میدونید مثل چی مونه مثل مونه که من یه کسی باشه اینجا جلوش کارهایی رو روم نشه بکنم اما وقتی دوربین هست و میلیون ها نفر دارن منو نگاه میکنن بگم مشکل نداره کسی که نیست منو نگاه کنه خب درسته تو نمیبینی اونا رو نمیبینه اونا دارن شما خدا و فرشته ها رو نمیبینی ولی خدا ها و فرشته ها که دارن میبینن حالا لازمی با چشم ببینن نوع دیدنشون از نوع دیدن با چشم ما خیلی قوی تره علم یعلم به ان الله یرا آیا نمیداند که خداوند میبیند پس میبیند میشنود و یا جامع خداوند همه را جمع میکنه که حالا اینجا با توجه به شافع هم که آمده بحث شفاعت احتمالا منظور جمعه برای روز قیامته حشرم یعنی جمع کردن خداوند همه را از اولین انسان تا آخرین انسان همه را جمع میکنه با دوست و دشمن همه باید با هم جمع بشیم و حساب پس بدیم یا <applause> شافع شفاعت هم میکنه البته شفاعت رو باید دیگران نزد خدا بکنن من الذی یشفع عنده الا باذن کیه اون کسی که در نزد خدا شفاعت کنه مگر به اجازه خدا هر کسی نمیتونه شفاعت کنه باید حق شفاعت داشته باشه اگه کسی هیچ حقی نداره بگه میخواد شفاعت کنه میگه آقا تو اول خودت ثابت کن تو اول بگو چه جایگاهی داری برای چی میخوای شفاعت کنی کی به شما گفته اون کسانی که شفاعت میکنن باید اذن خدا رو داشته باشن منزل لدیش و عنده الا به ازنه پس باید در نزد خدا اندهوش شفاعت بشه اما اینجا میگیم ای خود خدا که شفاعت کننده هستید اگر شفا شافع را به معنای شفاعت کننده بگیریم که مثلا لا تنفعهم شفاعت و شافعین یعنی شفاعت کننده ها که اون وقت اینجوری میتونه توضیحش این باشه که در واقع یعنی اون یه شب هم یکی از دوستان سوال کرد جواب داد راجع به شفاعت در واقع خداوند متعال شفاعت را خودش ایجاد میکنه خودش میفرماید که آقا بیاید به من بگید که من این رو ببخشم و چنین چیزی رو راهش رو باز کرده با اینکه علم او و حسابرسی او دقیق اشتباهی نمیکنه که کسی بخواد بهش کمک کنه تا تصحیح کنه ولی اصلا دوست داره که ماهایی که کمتر میدانیم راجع به بدیهای همدیگه دیگه بریم از او درخواست بخشش بکنیم ولی در واقع اگر تونستی شما خودت رو جوری رفتار کنی که مردم احساس کنن که تقوا داری از شما گناه نبینن بدی نبینن خداوند اون جنبه های پنهانی شو که دیگه مردم نمیفهمن رو هم انشالله میبخشه برای کسی که آدم رو راستی باشه میبخشه پس شافعه است به معنای اینکه ایجاد کننده باب شفاعت کسی که به شفیع حق میده که شفاعت کنه مثلا شفیع را او شفیع کرده یه معنای دیگه شافه هم ممکنه به معنای جمع کردن باشه چون اصلا خود معنای شف یعنی جمع کردن و شفع اول بطر شف یعنی جمع که به همون جامع برمیگرده که وقت در این صورت باز میشه یعنی جمع کننده هش کننده یا واسع یا موسع ای خدای دارای عظمت که می توانی در بر بگیری چیزها را وسعت رحمت او کل شای رحمت خدا همیشه فراگیر وسعت یعنی فراگیری خدا واسع است یعنی فراگیر است با علمش اون در اون آیه میفرماد که الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنو اونها برای خلاصه مؤمنین درخواست مغفرت و آمرزش میکنن و اونها میگن که ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما خدایا تو همه چیز را با رحمت و علم خود دربر گرفتی پس واسع است واسعن به علمه واسع به رحمته با علمش و رحمتش همه چیز را در بر در این حال موسع هم هست و سماع بنیناها به ایدن و انا موسعون ما آسمان را با دستمون با قدرت خودمون آفریدیم و داریم بسعت هم میدیم حالا این شاید معناش این باشه که کما اینکه که بعضی از دانشمندان هم به این معترف هستن که در واقع الان هنوز داره این عالم بزرگتر میشه هنوز که هنوزه خداوند متعال داره توسعه میده این عالم را انا لموسعون خلاصه خدا هم واسع است هم موسع یعنی هم خودش وسیع است و در بر میگیرد هم داره وسعت را بیشتر میکنه اون جود او فیاضیت علی الاطلاق او هنوز هم ادامه داره خب الحمدلله این فراز هم تمام شد حالا انشاءالله فردا شب به فراز بعدی میرسیم الحمدلله رب العالمین